سلام به شما بینندگان عزیز، منصور سپهروند هستم. شما رو به تماشای برنامه تاک شو این هفته دعوت میکنم. برنامه این هفته رو در دو بخش مجزا که شامل یک برنامه ورزشی و همچنین هنری هست تقدیم حضورتون میدارم، که در بخش نخست برنامه مهمان ارجمندی حضور دارن که نامشون در صحنه ورزش به خصوص فوتبال همچنان با نیکی، احترام و شخصیت یاد میشه. این چهره گرامی آقای مهندس حسین کلانی هستن که بسیار ازشون سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتن و در برنامه تاک شو از شبکه ITN حضور پیدا کردن. جناب کلانی، بسیار سپاسگزارم ازتون. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون، هموطنان عزیزم در سر تا سر دنیا که به هر حال برنامه شما رو تماشا میکنن. آرزوی سلامتی، سعادت براشون دارم، مخصوصا در سال نو، برای اینکه البته دیر تبریک گفتن با تبریکه که بپذیرن و میپذیرن حتما. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و موفق و سربلند مثل همیشه باشن. مرسی جناب کلانی. جناب کلانی، ما در حدود یک سال و نیمی در وطن تشریف داشتن، الان تازه فرش هستن چند ماهی تشریف دارن، در یعنی در واقع از ژانویه برگشتن به امریکا، لس آنجلس. و حال میشه تا اونجایی که مقدور هست و امکان پذیر هستش سوالاتی رو در ارتباط با دنیای ورزش فوتبالمون، علل خصوص تیم باشگاهی پرسپولیس که میلیون ها طرفدار در سراسر جهان داره، از جناب کلانی، از جناب مهندس پرسید. جناب مهندس، من خواندم که شما مصمم هستین در یک آکادمی فوتبال رو اندازی کنید. حالا نمیدونم در این آکادمی رو یادم هستش که سالهای قبل در لس آنجلس مصمم بودی، در اورنج کانتی. حالا نمیدونم در ایران میخواهید این کارو بکنید؟ البته چند سال قبل بودش، در سال تقریبا 92 بودش که ما یک آکادمی که میشود گفت اولین آکادمی فوتبال در داخل سالن در دنیا بود، ما اینجا درست کردیم که متاسفانه به علت عدم تجربه مدیریت و به هر حال مسائلی که در حواشی اون بود، زمانی که اون شروع کرد به بازدهی و اینها متاسفانه نتونستیم نگهش داریم، از اون گرفتن. اما به هر حال لایسنس تأسیس آکادمی به اسم ما هستش، یعنی باز هم میتوانیم از اون لایسنس استفاده بکنیم. در ایران هم به هر حال با توصیه دوستان تصمیم بر این گرفته شد که ما یک تشکیلات فوتبال برای پایه‌سازی فوتبال درست بکنیم. به همین دلیل فعالیت‌هایی رو کردیم و اجازه تأسیس یک باشگاه و همچنین تأسیس آکادمی فوتبال رو از مقامات زیردبت گرفتیم که این کار انجام بدیم. ولی خب یه مقداری مشکلات و مسائلی هستش که به هر حال تا این مشکلات و مسائل حل نشه، خب امکانش مقداری برای ما نیست و مقرور نیستش. اما در فکرش هستیم، دوستان من در فکرش هستن، کسانی که به هر حال هم فکر و هم گام با من هستن در فکر این هستن. وقتی که به امریکا آمدم، در طول سفرم به این فکر افتادم که چرا این کار رو در اینجا برای هموطنهای ایرانی و بچه های ایرانی ما نکنیم. با اینکه البته ما در اینجا چند تا از دوستان ما هستن، امثال آقای اسکندریان، آقای لباستانی که در شهرهای مختلف فعالیت هایی میکنن و فعالیت هاشون هم بسیار درخشانه، مخصوصا مال آقای اسکندریان فوق‌العاده هستش. و چرا ما در لس آنجلس باز دوباره این کار رو انجام ندیم؟ با چند تا دوستان که صحبت کردیم، اونها هم علاقمند بودن که ما این کار رو انجام بدیم. ولی باز این منوط به این هستش که من بتوانم کارهای خودم رو در تهران یک نظم و نسخی بهش بدم، برای که به هر حال من اونجا یه سری فعالیت‌های شغلی خودم رو دارم اونجا. درسته که من 6-7 ماه اینجا هستم، 6-7 ماه اونجا، ولی خب این سفر قبلی من یک سال اندی طول کشید و یک مقداری میبایستی برنامه ها رو تنظیم بکنم. بلکه به امید خدا این چند سبایی که توانش فعلا موجود هستش تا آینده در من بتوانیم یک کاری بکنیم، یک خدمت که البته نمیشه گفت کمکی بکنیم، واقعا خدمت زنی که این چیز برای بچه ها پیش بکنیم. من یه نکته در خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که چون جناب کلانی برنامه تاک شو رو
اکثر نسل ها میبینم، به خصوص نسل نوجوان و جوان ما که اینجا پرورش پیدا کردن، امکان این هستش که الان از خانوادهشون بپرسن آقای کلانی کیه، آقای مهندس کیه. من یک چند بیوگرافی ایشون سر میزنه به شاید 50 صفحه، شاید هم بیشتر. اجازه میخوام که یک چند سطر رو فقط برای این نسل پرورش یافته اینجا بخونم. تصویرهای آقای کلانی هم بر روی صفحه میبینید. در سالهای گذشته شما در 3 بهمن 1323 به دنیا آمدید. بله درست بود. بازیکن فوتبال بازنشسته اهل ایران هستن. او از خاندان قفاری کاشان است. آقای حسین کرانی بیشتر در تیم ملی فوتبال ایران بازی میکرد و بیشتر دوران باشگاهیش رو در پرسپولیس گذران. او بازن 6 گل، دومین گلزن برتر تاریخ شهرآورد تهران پس از مرحوم سفر ایران پاک می باشد. وی پس از پایان دوران بازیکنی خود به ایالات متحده رفت و در آنجا مهندس عمران را خواند. وی دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران است. کلانی در دوران بازیکنی خود توانست 4 بار آقای گل شود، 2 بار در جام منطقه ایران، 1 بار مشترک با سفر ایران پاک، 1 بار در جام باشگاه‌های تهران و 1 بار در جام ملت‌های آسیا سال 1392. این بقا خیلی کوتاه. 1351. 1351 بعد شمسی. بسیار ممنون جناب کلانی. البته من یه چیزی خدمت شما هستم، من معمار هستم، مهندس عمران نیستم، من معمار و شهرساز هستم. بسیار این از نظر آگاهی و خیلی تشکر. بله من فارغ التحصیل از دانشگاه ملی ایران هستم. بله مسلم اونجا گرفتم. عرضم به حضورتون، بله البته اینجا ادامه دادم که کاری ندارم. اینجا هم خب سالها مشغول بودم. سال 98-99 به امریکا اومدم. 14 سال بدون اینکه به ایران برگردید اینجا بودم. بعد از اینکه 14 سال بدون اینکه برگردم بعد برگشتم و بعد این دیگه به صورت رفت و برگشت شد. در طول این مدت دوباره اونجا شرکت خودم را انداختم و فعالیت‌هایی رو انجام دادیم، اما دوباره باز مصمم هستم که برای اینجا با فعالیت های خودم و در اون زمانی که سن اجازه بده، چون من هم افراد شدم توان هست و پر انرژی و ورزش کار. حالا که اون چیزی که از جناب سفر من کار باید دست جوان ها سپرد. بله. و فقط به صورت مشاوره محدود، برای اینکه من معتقد هستم دانش و حتی تجربه کم جوانهای الان ممکنه از ماها با اون همه تجربه و دانش خیلی بیشتر باشه. به همین دلیل خیلی بهتر هستش که تمام کارها رو به جوانها سپرد و ما دورادور یک نظاره‌گر باشیم، گاهی اوقات یک کنسهایی بهشون بدیم، چه در زمینه به هر حال فوتبال یا سایر ورزش یا مسائلی که به هر حال مربوط میشه به مسائل ورزشی و اجتماعی. و انشالله که این انجام بشه. جناب کلانی، سالیان سال در تیم باشگاه پرسپولیس فعالیت داشتید. میشه از سرکار چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، دورانی که تیم پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس به طور کلی در زمان کدام مدیر عاملی، کدام شخصیتی هم به اصطلاح مدیریت ایده‌آل داشت، بازیکنان هیچ دغدغه‌ای نداشتند، مدیریت بسیار به نحوه ایدئالی میگشت، در زمان مدیر عاملی چه کسی بود که هیچ، یعنی یک آرامش ایدئالی بر باشگاه حکم فرما بود؟ یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، شرایط فعلی رو بله ما نمیتوانیم با باورهای اون موقعمون مقایسه بکنیم، یعنی باورهای قبل از انقلاب و زمانی که باشگاه پرسپولیس توسط مرحوم آقای عبدو ایجاد شد. به هر حال شخصیتی اومد، تشکیلاتی رو درست کرد، این متعلق به یک شخص بود، حالا اگه چند تا شریک هم داشتن ولی عملا ایشون بودش که به قول معروف عمل کرده، عمل کنه بلا منازع تشکیلات باشگاه پرسپولیس بودن. و نهایتا پرسپولیس و ایشون به اوج خودش رسون، پرسپولیسی که وارث به حق باشگاه شاهین بود، برای اینکه
باشگاه شاهین ساخت ما حالا در باش در تیم خودش و بعد از اینکه به حال منحل شد ما همگی پیوستیم به باشگاه پرسپولیس و آقای عبدو هم خب با حسنیتی که داشتن سنگ تموم گذاشتن و این مرحله ادامه پیدا کرد تا زمان انقلاب. در زمان انقلاب خب علت شرایطی که پیش اومد یک مقداری از هم پاچیدگی در تمام ارگانیزیشن های مختلف به وجود اومد که من جمله در باشگاه پرسپولیس هم بود و اما خب دو سه تا از دوستان ما از جمله آقای بهساری، آقای وطنخواه، آقای ادیبی و آقای مهراب شارخی اینها کسانی بودن، آقای علی پروین اینها کسایی بودن که سعی کردن که تیم باشگاه تیم رو حفظ کنن برای اینکه تمام تأسیسات، تمام امکانات و تمام چیزهایی که باشگاه پرسپولیس داشت به علت اینکه ملی شده بود دیگه متعلق به شخص نبود. یعنی یک شخص حقوقی نمیتونست کاری بکنه در باشگاه. اما این تیم رو جمع و جورش کردن این بچه ها و به عنوان تیم سعی کردن حفظش بکنن تا اینکه به هر حال آقای پروین و آقای محمود خودبین سکان تیم پرسپولیس رو در دست گرفتن و این تیم حتی معروف هستش که آقای پروین و آقای خودبین تمام تیم پرسپولیس و باشگاه پرسپولیس مدارکش اون چیزهایی که داشته از پیرن توپ فلان اینا حرف هستش در صندوق عقب ماشینشون حفظ میکردن. یعنی حتی جا و مکانی هم اینا نداشتن. ما میبینیم که آقای پروین و آقای خودبین با زحماتی که کشیدن یک دوران طلایی فوق‌العاده‌ای رو به دوران طلایی ماقبل انقلاب که متعلق به پرسپولیس بود در چند سال از سال 46-47 که تأسیس شد تا سال 57-58 که به هر حال از بین رفت این افتخارات خب خیلی زیادترش و آقای پروین با کمک آقای خودبین و سایر دوستانی که در کنارشون بودن به باشگاه پرسپولیس دادن و باشگاه پرسپولیس رو موفق ترین پر افتخار ترین باشگاه تاریخ فوتبال ایران کردن. بعد و البته جنگ تحمیلی بود. این جنگ تحمیلی خب خیلی لطمه به تمام مسائل ما زد، از جمله به فوتبال ما. حتی ما لیگ مناسبی نداشتیم، لیگی که استمرار داشته باشه ما نداشتیم. نهایتا اینها لطماتی بودش که بر بدنه ورزش ما که اون وقت متشکل از فوتبال و والیبال و کشتی و بسکتبال و شنا بود تا حدودی دو میدانی و اینها بود تنیس مثلا یا پینگ پونگ ورزش های خیلی به قول معروف میشه گفت ملیه، حالا حالت ملی ما بود بعد اینها خود. اما خب بعد یواش یواش بعد از جنگ ورزش های جدید جایگزین شد و الان ما ورزش های مختلفی داریم، رشته های مختلفی داریم که بله که بعضی هاش هم واقعا در جهان باعث افتخار ما هستش. کاراته ما هست، جودوی ما هستش، وشوی ما هستش. از هم بزرگتون والیبال ما الان برای خودش وزنه هست در دنیا. کشتی ما الان، کشتی فرنگی ما، کشتی آزاد ما، وزنه برداری ما. ببینید تمام اینا چیزایی هستش که به هر حال شده و اینو جوان ها به علت اینکه خب مشغله آنچنانی نداشتن و تمام هم و غمشون روی ورزش اینا شده و یک مقدار سیاست های مثبتی میخواست انجام بشه ولی متاسفانه بعدها به علت این ملوک و توایفی که در زمینه های قدرتی بودش اجازه نمیده که الانش هم باز اجازه نمیده که این یک شعباتی بگیری. یعنی کجا شروع شد بابو؟ خب اینها تقریبا میشه گفت از 17 سال پیش. بله ببین از 17 سال پیش یا 15 سال پیش، البته متاسفانه من نبودم در ایران و نهایتا ممکن اطلاعاتی که من الان در اختیار شما و بینندگان عزیز میذارم هموطنانم اطلاعات درستی نباشه چون من هم بعدها اینها رو شنیدم. خودم در بطن ماجرا نبودم. اما ببینید از زمانی که بدون مطالعات کافی و بدون به هر حال شرایط مناسب رو به وجود بیاریم ما ورزشمون رو به طرف حرفه‌ای سوق دادیم. یعنی تنها مسئله فوتبال نبود که به طرف حرفه‌ای شدن سوق داده شد، در صورتی که ما می‌بینیم در کشورهای بزرگ دنیا، کشورهای دنیا که صاحب ورزش حرفه‌ای هستن سالهای سال اینا تجربه کردن و زحمت کشیدن و بعد الان شدن. حالا مثلا تیم‌های فوتبال، من الان تو زمینه فوتبال عرض می‌کنم خدمتتون، مثلا فوتبال انگلیس
شما در نظر بگیرید، آلمان در نظر بگیرید، اسپانیا، امریکا، امریکای جنوبی، سایر کشورها، حتی قسمتی از کشورهای آسیایی هم در نظر بگیرید، اینا سالهای سال زحمت کشیدن، از تجارب همدیگه استفاده کردن. بله بله. اما ما متاسفانه نه تنها از تجارب دیگران استفاده نکردیم، همیشه من این مسئله رو گفتم ما حتی به خودمون زحمت ندادیم که چند نفر از برگزیده های جوانامون و اینا رو بفرستیم به کشورهای خارج، یک سال، شش ماه، هشت ماه شروع کنن به مطالعه کردن با اونها و بعد اینها اون مانیفیست خودشون رو بیارن و تلفیقش بکنن با اون به هر حال فرهنگ ورزشی ما، چون ما یک مقداری فرهنگ ورزشیمون در سابق متفاوت بود با کشورهای دیگه. ما فرهنگ پهلوانی رو سعی میکردیم به قول معروف ادغامش بکنیم و ورزش‌های دیگری که از جاهای دیگه تلفیقش بدیم با ورزش. نهایتاً این نابسامانی از اینجا شروع شد که پول وارد ورزش ما شد و خب الان هم ما همه همین رو میکنیم. اما یه مسئله ما در نظر ببخشید، منظورتون جمع کردن فهمیدین که پول وارد ورزش ما شد یعنی چی؟ یعنی مگه در زمانی که در زمان آقای زنده‌یاد عبدو مگه در مورد موارد مختلف بازیکنان بهره‌ای رو نداشتن؟ نه نه، ببینید به اون صورت نبود. بله، مثلا خرج عیاب و ذهاب رو میدادن به بچه ها. بله، توجه میکنید؟ بله. اگر مثلا بچه ها وارد یا تیمای دیگه فرق نمی کنه، تیم دارایی بود، تیم تاج بود، تیم عقاب بود، تیمای مختلف، تیم پاس بود، تمام اینها یه امتیازات خیلی کوچیک آماتوریسم، یعنی که ببینید طبق قانون آماتوریسم دنیا حالا البته نمیدونم چه تغییراتی پیدا شد و اینکه الان دیگه ما المپیکو که به قول معروف سرلوحه و آیدل همه بود و به عنوان آماتورترین ورزشکارا در اون شرکت میکردن، الان خب ما میبینیم ورزشکاران حرفه‌ای هم در المپیک ورزش میکنن، مسابقه میدن، خب هیچ اشکالی نیست. دنیا عوض شده، قوانین عوض شده و تکامل به یه حدی رسیده. ببین در اون موقع مثلا طبق قانون آماتوریسم هر ورزشکاری که در هر تیمی یا در هر بنیاد ورزشی شرکت بیاد میبایستی روزی $2.5 بهش بدن. برای چی؟ برای یه تقویت غذاییش، معاشش و عیاب و ذهابش، بجز لباس و کفش یا وسایل ورزشی که بهش میدادن. خب این $2.5 که البته اون دلار مثلا اون موقع دلار 6 7 تومن بود، اگه شما حساب میکردید یه چیزی بین مثلا 20 30 تومن پول میشد که به بچه‌ها میشه در روز بدن. در ماه اگر ما حساب میکردیم میشد مثلا ماه 600 700 تومن 800 تومن. یعنی در واقع جام کردن این بازیکنان در همون قبل از انقلاب ممر درآمدشون از یک جای دیگه تامین میشد؟ ممر درآمد از جای دیگه بود. ببین اون یعنی یه شغل اول داشتن، این به عنوان تشویق، به عنوان کمک، به عنوان اینکه اینها دیگه نباید از جیب خودشون بدن. بله. که دیگه ببین بازیکن فوتبالی که میاد تو استادیوم مثلا یا کشتیگیری که میاد توی استادیوم 2,000-3,000 نفر 30,000-40,000 نفر تماشاچی میان بلیت میخرن و مثل یه شو هست دیگه. نمایشی میدن، خب اینها میبایستی منتفع بشن از این کاری که انجام میدن، صدماتی که میخورن. بله. بیمه باید داشته باشن، هزار تا مسئله دیگه باید باشه، یک مقدارش میرسیدن یه مقدارش نمیرسیدن. حتی این پول رو همه باشگاه ها نمیدادن، مثلا یه باشگاه پرسپولیس بود میداد، باشگاه تاج بود میداد، باشگاه پاس تا یه حدودی مثلا امتیازاتی به دانشجوانی که در تیم بودن یا افسرانی که در تیم بودن. به هر حال ببینید اون موقع مسئله ورزش مسئله احترام بود، مسئله عشق بود، مسئله مورد توجه قرار گرفتن بود. از چه زمانی شد این پول وارد ورزش اینجا؟ عرض کردم خدمت شما کدوم پول؟ پول اولی یا پول دومی؟ پول دومی. پول دومی از 15 سال پیش دیگه، از زمانی بانیش که چی بود جان کردی؟ به هر حال نشستن فکر کردن، دیدن که خب تیم ها باید حرفه‌ای بشه، هزینه داره. نهایتا بعضی تیم ها وابسته به یک ارگان های دولتی بودن، یک سهمیه هایی داشتن، خود همین سهمیه ها، خود همین پول ها نهایتا باعث میشد که تیم های دیگه، تیم بچه های دیگه، چون به هر حال ببینید جمعیت ما یه دفعه رو به تزایر اضافه شد، بازیکن ها زیاد شدن، استعدادها همه شکوفا شد. همه که نمیتونستن جمع بشن تو یه تیم یا دو تا تیم یا سه تا تیم که بتونن منتفع بشن، تیم های مختلف تشکیل شد. تیم های مختلفی که وابسته به ارگانیزیشن های مختلف دولتی بود. حالا یا بانک ها بودن یا ارزم به حضورتون
صنایع بودن که الان هم ما داریم، یعنی تمام تیمای ما الان اینها وابستن به صنایع، بجز شما تیم پرسپولیس و تیم استقلال یا تاج سابق که عملا مثلا در دست دولت هستش و وزارت ورزش به قول معروف تولیتش رو داره و هزینه میکنه براش، بقیه تیم ها دیگه شما در نظر بکنید دیگه جانب مثلا سپاهان یا فرد بفهمید فولاد مبارکه هست از اون زمان اینا هر کدوم بنیاده یه دولتی کمکشون همش دولتی دیگه شما اسمن ممکنه بگیم مثلا فولاد سپاهان مبارکه فولاد ولی اینا همش دولتیه یعنی اینا یه بودجه دارن از این بودجه خودشون برای ورزش میذارن اما مثلا وزارت ورزش مجبور هستش چون وزارت خونه است یا تربیت بدنی که در اون موقع به عنوان معاونت به هر حال نخست وزیری فعالیت میکرد مجبور بودش که یک بودجه در دولت یعنی در دولت در نظر بگیره به درخواست بودجه بکنن این درخواست بودجه به هر حال یه سری مخالفینی داشت سری موافقینی داشت کسانی بودن که به هر حال وارد نبودن که بدونن که باقا یه تیم مثلا چقدر هزینه داره مخالفت میکردن اون کسایی که وارد بودن مثلا میگفتن اینقدر ما نیاز به بودجه داریم بعد سالیانه یه عده میگن آقا برای چی شما اینو میخواین خب اینا میان پا میزنن زیر توپ مثلا توپ مثلا قیمت چقدره ولی مسائل دیگر در نظر نمیگرفتن اینها خب یه سری مسائلی به وجود میبود و یکی دو تا تیم یکی دو تا تیم هم بعدن اشخاص علاقمندی بودن که اومدن در بخش خصوصی مثل آقای هدایتی مثلا بعدها استیلازین رو درست کرد آقایونی بودن که تیم استقلال خوزستان رو درست کردن تیم اعظم بود مثلا در همدان در کرمانشاه در سایر شهرها تیم های اومدش که شروع شد شروع کردن اما بعد یه دفعه دیدن که اصلا عملی نیستش برای اینکه یه تیم های دیگه میدن تیم های محلی تیم های پایه کسانی که به حال مؤسسات تربیت بچه ها دادن اینا یه سری بچه ها تربیت میکنن بعد میان قراردادهای آنچنانی باش اومدن بعد مسئله پای دلال ها باز شد بعد اون مافیای فوتبالی که به هر حال الان حاکمه بر فوتبال ما در ایران جناب کلانی بعد از انقلاب بعد از به حال فروکش بعد از جنگ بله دقیقاً می‌خواستم بگم فروکش جنگ چه اشخاصی مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس رو بعد از اون زحماتی که آقای علی پروین و آقای خوردبین به عهده گرفتن این مسئولیت رو آقایون به کی واگذار کردن یا ازشون گرفتن ابتدا بسیار که تا اونجا که من اطلاع دارم بنیاد مستضعفان صاحب باشگاه پرسپولیس شد بله یعنی در اختیار اون قرار گرفت اما بنیاد مستضعفان اومد باشگاه پرسپولیس رو در بعدن در اختیار مؤسساتی گذاشت مؤسسه هنر بود نمیدونم اعظم حضور بعد وزارت صنایع معادن بود مثل آقای مهندس محلوجی اینا میخواستن این تیم بگیرن با آقای مهندس عابدینی اینا نشد خیلی مسائل پیش اومد بعد اومدن دادنش به تربیت بدنی یعنی تربیت بدنی تولیت باشگاه در اختیار گرفت اما هیچ چیزی از اون چیزهایی که باشگاه داشت با تیم پرسپولیس نیامد یعنی استادیوم هم پرسپولیس هم استقلال این خود استقلال چندین زمین ورزشی داشت چندین مرکز نمیدونم تنیس باشگاه‌های مختلف داشت که حتی اگر اون موقع اینها با خود باشگاه بود و یک مدیریت میشد با این باشگاه‌ها اینها میتونستن که هزینه‌های خودشون خودشون جبران بکنن و اگر یک مدیریت به هر حال نه اینکه بخون منتفع بشن چون ما متاسفانه خودمون میخوایم منتفع بشیم بنده مثلا وقتی میشم مدیر یه تشکیلاتی اول از همه به فکر خودم هستم این خب اشکال کار بنده هستش باید کسانی در نظر گرفته بشن که اینها در درجه اول از اون نیازی نداشته باشن به اینکه بخوان منتفع بشن حالا این انتفاع ممکنه انتفاع مادی باشه ممکنه انتفاع به قول معروف محبوبیتی باشه کاری باشه که بخوان پست و مقام بگیرن معروف بشن پست و مقام بگیرن خب ما با اینا برخورد کردیم در طول که بعضیا واقعا بدون اینکه واجد شرایط باشن البته همه واجد شرایط نیستن ولی ما باید زمان و مکان رو در نظر بگیریم ببینیم این زمان و مکان در اون زمانی که بنده اومدم مسئولیتی رو در باشگاه بگیرم آیا من در اون زمان واجد اون شرایط بودم یا نبودم
نمیشه قضاوت اینجوری کرد که برای هر کسی اومده، ولی اینکه من خودم شخصا معتقد هستم جناب سپهروند که هر کسی در هر شکل و هر کاری مسئولیتی رو به عهده میگیره دلش میخواد اون کار خوب انجام بده. چرا؟ در درجه اول میخواد خودش منتفع بشه، حالا این انتفاع چه مادی باشه چه معنوی باشه، نهایتا اگه کار درست انجام بده استفاده میکنه، اگه کار غلط انجام بده خب روز بعد برکنارش میکنن و با آبروریزی میده کنن. پس نهایتا تمام افرادی که اومدن سعیشون برای این بودی که برای باشگاه پرسپولیس بعد باشگاه ما زحمت بکشن، استقلال هم همینطور، هیچ فرقی نمیکنه. اما شرایطشون یا شرایطی که براشون به وجود اومده در اون زمان خاص مناسب نبوده. به همین دلیل بوده که به هر حال مجبور شدن که بعد از مدتی عوضشون بکنن، بعد ایجاد مشکلات مالی شده، ایجاد مشکلات معنوی شده، به هر حال لطمه خورده به چیپ، در نهایتش به مردمی که این دوتا باشگاه رو دوست دارن، برای اینکه بازیکن به هر حال منتفع شده، مربی به هر حال منتفع شده، مسئولینی که باشگاه گردوندن به هر حال حقوقشون رو گرفتن، تا یه حدی یا وابسته به وزارتخونه بودن یا وابسته، به هر حال اینا یه جوری منتفع شدن. اما کسانی که از نظر احساسی اومدن تمام وجودشون رو گذاشتن مردم بودن و مردم اینجا احساساتشون لطمه‌دار شده. و ما همیشه فقط میگیم که آره به خاطر مردم، به خاطر مردم، همش فکر میکنیم که مثلا مردم، از مردم رو همیشه بدهکار میدونیم نسبت به خودمون. بله. اشکال کار ما این هستش، در صورتی که مردم نه به ما بدهکار هستن بلکه به ما همیشه دارن محبت میدن. تو اون سرما، تو گرما، درست ممکنه الان در یه حالت احساسی خیلی کارها هم انجام بدن، اما باید ببینیم که ما چه شرایطی رو به وجود میاریم براشون که مردم اینجوری میشن. ببینید جناب کلانی عزیز، آقای مهندس، در طول مدیریت فرد بفرمایید آقای غمخوار، آقای انصاری فرد و دیگران، همیشه یه فعل انفعالاتی در این باشگاه بالا رفته پایین رفته و مسائل مالی بوده، مسائل اتفاق فکر نداشتن در هیئت مدیره و یا در انتخاب سرمربی، همیشه اشکالاتی این در تیم و باشگاه کاملا ملموس بوده، یا زد و خوردهایی که فرد بفهمید با آقای علی دایی، با یک فرد یکی از طرفداران تیم یا هواداران تیم، اینا همیشه یک اثرهایی رو در خود تیم ایجاد کرده. و این رو شما چی میبینید؟ ببینید ما شرایطی در مملکتمون به وجود اومده، مشکلاتی در مملکتمون به وجود اومده که این مشکلات بیشتر دامن جوانای مالداری میگیره. یعنی ببینید وقتی که شما در یک مجموعه رفاه مالی نتونسته باشید ایجاد بکنید و داشته باشید، تمام معضلاتی که در دنبالش هست مال این هست. اینو شما دارین در مورد ورزش مثال میزنید؟ کل دارین مثال میزنید. ببینید شما مثلا در کشورهایی که قوانین رو خوب اجرا میکنن، مردم به همدیگه احترام میذارن، وقتی که شما دقت میکنید اینا از یک رفاه نسبی برخوردار هستن. به همین دلیل هستش که به هم دیگه سلام میکنن، به هم دیگه روی خوش نشون میدن. اما ما در کشورمون الان در شرایطی قرار گرفتیم که بحران‌های سخت مالی تمام معیارهای اجتماعی ما رو به هم ریخته. تحریم‌ها از نظر اخلاقی، از نظر خود این اخلاقی به هر حال ریشه های مختلف داره، از نظر ارتباطی، از نظر اقتصادی، هر جا شما میشینید میبینید که میگن که آقا هممون سر همدیگه کلا میذاریم، هممون دستمون تو جیب همدیگه هست، هممون برای همدیگه میزنیم. چرا باید یه همچین شکلی به وجود بیاد؟ اینو باید کسانی که به هر حال دانش و علم اجتماعی دارن بشینن بررسی بکنن. صحیح. از اینکه من یه چیزی رو میبینم، من وقتی میبینم که جوونم با من میشینه صحبت میکنه، برای اینکه دانشجویی که من باهاش کار میکنم میاد با من راجع به شرایط بد اقتصادی خانوادهش که میگه آقا من شهریه نمیتونم ماه دیگه شهریم رو ترم دیگه شهریم رو بدم، وقتی میشینم باهاش صحبت میکنم میبینم که این گرفتار خانوادهش گرفتار مسئله اقتصادیه، خانواده در حال پاچیده شدن هستمه، فرهنگ خانواده به علت این پاچیدگی و این فشار اقتصادی از بین رفته، پدر خانواده، مادر خانواده به
علت گرفتاری های فراوان نمیتونن نفوذ فرهنگی روی بچه هاشون داشته باشن. بعضی هاشون خب وارد یه مراحل بالا میشن، بعد اونجا با ناامیدی برخورد میکنن، میگن آخرش چی؟ ما مثلا به هر شکلی بوده تحصیلات دانشگاهمون رو فراهم تمام کردیم، کار ما چی میشه؟ چجوری میتونیم کار بکنیم؟ یا مثلا در پایین‌تر ما می‌بینیم خانه گریزی باب هستش. یعنی خانه گریزی فقط این نیستش که بچه از خونه‌شون فرار بکنن. ببینید وقتی که شما پدر و مادری نتواند با بچه خودش صحبت بکنه به علت خستگی، به علت گرفتاری، وقتی که نتواند نیازهای ابتدایی بچه خودش رو فراهم بکنه، احترام و اون پرده احترام بین پدر و مادر و بچه از هم گسیخته میشه و پاره میشه. وقتی این پرده پاره بشه شما دیگه چیزی به بچه نمیتونی بگی، بچه میده دنبال کار خودش. حتی در خانواده های مرفه هم تکنولوژی اومده یه کار بدتری رو کرده. شما وقتی که ما اون موقع میگفتیم این بچه ها پای سفره پدر و مادر بزرگ میشه، سر سفره پدر و مادر بزرگ. سر سفره منظوری نیستش که میشنن با هم یه غذا میخورن، همون سر سفره نشستن چهار کلمه پدر و مادر با بچه صحبت کردن، امروز مدرسه چجوری بود، رفیقت کی بود، کجا رفتی، اینها بیس تربیتی یک جامعه هستش. بعد این با این بیس تربیتی و با این پاسخگویی و اینکه کسی مواظبش هست انتظار ازش داره وارد جامعه میشه، در دبستانش، در دبیرستانش، در دانشگاهش، در اجتماعش ما یک جامعه با فرهنگ و فرهنگ پذیر میبینیم. ما الان اون جامعه رو نداریم. اثرشو میذاره رو کل دستگاه. بله این اثر گذاشته. ما متاسفانه خانواده های ما گسیخته از هم هستند. خانواده های ما به علت مشکلاتی که دارن و مشکلاتی که پیدا شده، حالا به چه علتی، به علت های مختلف هستش اینا و چیزهایی که همه میبینن و میشنون خیلی بیشتر از من این اطلاعات رو دارن، نهایتا اینها هستش که داره به ریشه ما لطمه میزنه. و هرچی هم که خیلی ها سعی میکنن که جلوی اینو بگیرن، عملی نیستش، مثل اینکه یعنی انجام پذیر نیستش. شما وقتی که جوون رو میگن که چرا آقا توی استادیوم ها فحاشی میشه، چرا بی تربیتی میشه، جوونی که هزار مشکل داره، کمپلکس داره، عقده داره، ناامیده، توی خونه خودش فریاد نمیتونه بزنه، توی محل خودش نمیتونه فریاد بزنه، تنها جایی که میتونه خودش خالی بکنه کجا؟ تو استادیوم هستش. و بعد شرایطی را ما در استادیوم ها به وجود آوردیم که این شرایط باعث شده که این آزادی باشه. ببینید در سابق هم مردم احساساتی می شدن، اما چون خانواده ها تو استادیوم بودن حرمت رو نگه می داشتن. یعنی وقتی خواهر بنده، مادر بنده بود، اگر یه کسی اون طرفی حرف ناشایستی می زد، بغل دستش می گفت خجالت بکش، خواهر مادر کسی دیگه اونجا نشسته. الان اینم به علتی که من نمیدونم برای چی هستش، همونی که اشاره کردین مسائل نهایتا کلی. ما الان این مشکلاتمون باعث شده که به هر حال یک ادعای، یک کسانی که من نمیدونم، میشتمم، من حسم میکنم، خیمه زدن روی مسائل ورزشی هم. حتی موفقیت هایی هم که بچه ها به دست میادن، شما حساب کنید تیم فوتبال ساحلی ما پارسال با چه شکلی اومد تیم های قدر قدرت جهان شکست. بله دقیقا. و این بچه ها هیچی نداشتن، ولی فقط به خاطر عرق ملیشون اومدن جنگیدن، تیم برزیل شکست دادن، تیم سوسیه رو شکست دادن، قهره بود. اصلا یعنی یه چیز غیر عادی به وجود اومد. چی شد؟ چطور شد؟ اصلا خبری ازشون نشد. تیم کشتی فرنگیمون همینطور، تیم کشتی آزادمون همینطور، تیم نمیدونم والیبالمون بچه ها. ببینید تا میاد یه چیزی بشه، نمیدونم چرا یه دفعه مثل یک طوفانی میاد، یک سونامی میشه. سونامی میشه، میاد همه چیز رو بین میبره. ببینید اینها رو ماها میگیم، اما من همیشه گفتم به دوستان مطبوعاتی خودم و رسانه‌ای خودم در ایران هم گاهی وقتی که صحبت کردیم همش بهشون میگم، میگم شما وقتی میاید با من یا امثال من و دوستان من صحبت بکنید، کسانی که از من آگاهیشون بیشتر هستش، از من دانششون بیشتر هست، صحبت بکنی، اونها متوجه این مسئله شدن که حرفی که میزنن به گوش کسی نمیده، کسی اصلا گوش نمیده به حرفشون. به همین دلیل میگن این چه کاری، خب ما سکوت میکنیم. و این سکوت متاسفانه یه طوری شده که اگر
بخواد از حالت خودش در بیاد، جنبه های دیگه ای رو میگیره. چون متاسفانه بعضی از دوستان ما هم هستن که اینها رو ارتباط میدن. شما حساب بکنید ببینید، حرمت ها متاسفانه، من در ورزش دارم میگم، حرمت ها در ورزش داره از بین میره. صحبت پیشکسوت وقتی میشه، پیشکسوت همیشه برای ما یک احترامی قائل بودیم براشون، اما ما پیشکسوت ها هم گاهی وقتا الان با همدیگه درگیری پیدا میکنیم سر یک مسائلی که اصلا درست نیست که راجع به این صحبت بکنیم. ما پیشکسوت ها گاهی وقتا یک اظهار نظری میکنیم که این اظهار نظر یا انتقاد ممکنه درست باشه، اما چون جنبه رسانه‌ای و عمومی پیدا میکنه این انتقاد، کسی که منتقم ازش انتقاد میکنیم این جبهه میگیره در مقابل. آیا منافع شخصی در بینه؟ فکر میکنم منافع شخصی هر تو حالا ببینید پیشکسوت ها تو به منافع شخصی ببینید یه مسئله ازش. متاسفانه ما پیشکسوت ها هم الان با باورهای اون موقع مراجع به مسائل الان قضاوت میکنیم. یعنی من هنوز دارم من خودم به شخصی میگم اه یعنی چی فلان بازیکن مثلا بیاد چند صد میلیون پول بگیره، این مگه چی کار میکنه؟ در صورتی که باید بشینم توجه کنم دنیا عوض شده، شرایط دنیا عوض شده، اصلا فرم اجتماعی، فرم ارتباطی، دانش، همه چیز عوض شده. بعد من خودم رو مقایسه میکنم. وقتی خودم مقایسه کنم، خب این کار غلطی هستش. من نه دانشم، نه به قول معروف حالا از نظر ورزشی تکنیک و تاکتیک و سواد فوتبالم نسبت به جوانای الان بیشتر هست نیست. چرا؟ برای اینکه شما ببینید زمانی که من فوتبال بازی میکردم، مگه در سال ما چقدر ارتباطات فوتبال های خارج رو از طریق تلویزیون یا از طریق دوتا نشریه ورزشی که داشتیم بهش آگاهی پیدا میکردیم؟ بله بله. نهایتا دانش ما یه دانش محدودی بود. هر 3-4 سالی بشه، هر 2 سالی بشه یه المپیکی بیاد، هر 4 سالی بشه یه جام جهانی. یعنی واقعا این پیشکسوت‌ها آپ تو دیت خودشون رو نمی‌کنن جناب. نمیتونن بکنن. به هر حال تکنولوژی، اینترنت. ببینید گرفتار هستن. مسئله نیستش که ببینید مسئله نیستش که بنده بیام آگاهی علمی پیدا بکنم. برای اینکه آگاهی علمی من از نظر ورزش به قول معروف خودم مثلا فوتبال یا والیبال این دردی رو دوا نمی کنه از جوون من. برای اینکه ببینید ورزش الان یک علم شده. بل. ورزش به قول معروف پارامترهای مختلفی هستش که با ورزش تشکیل یک رشته ورزشی رو میده برای اینکه ما بل. یا قهرمانی داشته باشیم یا به هر حال سالم سازی. ببینید شما در همین امریکا که ما هستیم نگاه بکنید، دبستان و دبیرستان و کودکستانی که میرید توی یه محله نگاه بکنید امکانات ورزشی چیا دارن. ما بزرگترین دبیرستان ها و دبستان ها اونم یک هزارم این امکانات ندارن، یک سالن ورزشی ندارن، یه زمین ورزشی ندارن. اینها دارن نسلشون رو سالم میکنن برای آینده. یعنی اون توجهی که به نسل میشه برای چی هستش؟ برای آینده مملکتشون. اما ما این کارو نمیکنیم. ما این امکانات و امتیازات رو برای جوونامون به وجود نمیاریم. اسمش رو میگیم این تاسیسات رو به وجود میاریم. نه خیر. ما از بس که منقطع هستش ارگانیزیشن های ورزشی ما. یعنی وزارت ورزش یه طرف قضیه است، وزارت آموزش و پرورش یه طرف قضیه است، وزارت علوم یه طرف قضیه است، سپاه یه طرف قضیه است، به عرضم به حضورتون سایر ارگان های نظامی، ارتشی، به قول معروف اداری، هر کدوم از اینها یک تشکیلات خاص ورزشی دارن که برای خودشون، در صورتی که جوون مملکت مال مملکته، این آینده ی همه این ارگانیزیشن ها به این بستگی داره. پس همه اینا باید یه پارچه بشن. ما اینه میگیم اما نمیشه. فایده نداره. جناب کنانی، من این سوال برام مطرح شده، چرا در حتی خود همین پرسپولیس به غیر از یه دوره کوتاه یا در کلیه باشگاه ها
از خود ورزشی ها برای اداره باشگاه استفاده نمی کنن. معمولا از افرادی که یک نوعی نفوذی دارن یا صاحب سرمایه هستن استفاده می کنن. آیا این برای همون نیست که صاحب معروفیت و شهرت بشه؟ نه نه، ببینید من اینو به این صورت قبولش ندارم. چرا؟ ده. علتش این هستش که ببینید علم مدیریت الان چندین و چند سال هستش که در دنیا اومده در رأس تمام کارا قرار گرفته. اون که بحثی نیست. یعنی شما وقتی که میرید وارد دانشگاه میشید و رشته مدیریت انتخاب میکنید، بعد این رشته مدیریتی که انتخاب کردید چیزهای مختلف داره دیگه. رشته های مختلف داره. دلیلی نداره که منی که فوتبالیست خوبی بودم مثلا، یا فوتبالیستی بودم که یا والیبالیست خوبی بودم، بتونم یه مدیر خوبی باشم. چون یه مقداری از مدیریت ذاتی هست. شما نگاه بکنید ببینید کاپیتان های هر تیم، ما حالا باز میپردازیم به ورزش، کاپیتان های هر تیم همیشه بهترین بازیکن های اون تیم نیستن و نبودن، بلکه یک شم مدیریتی داشتن. مبصرای ما توی مدرسه هیچ وقت شاگرد اول یا بهترین شاگرد کلاس نبودش. حالا یا گردن کلوف بوده یا زبون باز بوده یا به هر حال با سیاست بوده که میتونسته بچه ها رو اداره بکنه. به همین دلیل مسئله مدیریت 1% ذاتی هستش، ولی الان علمی هم شده. یعنی دلیلی نداره که بنده به عنوان مدیر یک تشکیلات ورزشی حتما مثلا در اون رشته ورزشی تخصص تبعه داشته باشم. نه. مدیر کسی هستش که از مشاورین کارآمد در بخش‌های مختلف این کاملا درسته، ولی جناب کرانی شما فرض بفرمایید در ارتباط با همین مثال هسته‌ای رو بزنیم، خب طبیعتا باید یه شخص آگاه و دانشمندی رو بر این موقعیت این رشته بگمارن، حالا گیرن که یه مدیری باشه، ولی به هر حال اطلاعات هسته‌ای، اطلاعات دانش اتمیش باید انقدر بالا باشه که اون رو این مسئولیت رو بهش بدن. آیا اینشتین و شوپنهاور هیچ وقت مدیر بودن؟ شما خودتون دارید میگید قرن حاضر. نه هیچ فرقی نمیکنه. اون ما دیدیم از نظر علمی مثلا میگیم خب آدمای اتم و اتم به قول من بمب اتم درست کردن و بله. یا الان دانشمندانی که به عنوان اتم شناس هستن آیا اینا مدیرن؟ نه، اینها در زمینه رشته خودشون و در اون دیپارتمان تحقیقاتی خودشون ممکنه هد باشن ده. اما هیچ وقت هد تشکیلات اتمی تشکیلات یا تشکیلات اداری نیستن، بلکه مدیری است که اطلاعاتی داره، نه اینکه مثلا دوگم دوگم بیاد آقا مثلا شما حساب کن یه آدمی که ده. مدیره ده. اما اصلا از کار بانکی چه اطلاعی نداره بیان شما بزنیش در رأس بانک مرکزی. حالا اگر آقای کاشانی که یک مدیری بودن چرا مثلا سبب اختلاف میشه با سرمربی تیم آقای علی دایی؟ کل باشگاه میده زیر سوال، یا بعدش آقای رویانیان، یا بعدش و بعدش و بعدش. اینا به هر حال یک مدیرایی بودن که تحصیلات رشته ورزشی رو نداشتن، ولی همیشه در دل داخل یا بین اعضا هیئت مدیره یا بین خودشون یا بین بازیکنان این بحث پیش اومده. ببینید ما اصولا میایم چیکار میکنیم؟ میایم زوم میکنیم روی یک نقطه یا یک جمله، میگیم آقا مدیر فوتبالی یعنی توقع دیدیم که حتما مدیر ورزشی ما، مدیر مثلا تشکیلات فوتبال ما حتما فوتبال بازی میکرده. نه، ببینید الان شما نگاه بکنید، من بچه هایی رو سراغ دارم، بچه هایی رو که مثلا 8-9 سالشون هست میشینن با آدم راجع به مسائل فنی فوتبال صحبت میکنن که آدم دهنش باز میمونه. اطلاعاتی که دارن بعد میشینن تجزیه تحلیل میکنن، تفسیر میکنن، راه به شما نشون. بچه 8-9 ساله. چرا؟ برای اینکه میبینه تو تلویزیون میبینه. نه، توجه میفرمایید؟ یعنی الان شرایط وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی و ماهواره‌ای و به هر حال تکنولوژی جدید این اجازه رو داده که همه آدم ها نسبت به کاری رو که میخوام برن بکنن یک اطلاعاتی داشته باشن. بله. اما این اطلاعات بیسه، این اطلاعات بیس رو ایشون باید بیاره با متخصصین در جریان بذاره. متخصص کیه؟ مشاورینش هستن.
یعنی شما نمیتونید بگید یک مدیر الان آقای کاشانی 100% چند تا مشاور داشته. بله. یعنی وقتی که در مورد آقای کاشانی صحبت میکنیم یا من صحبت میکردم، مثلا میدیدم که چند تا از دوستان پیشکسوت ما به عنوان مشاور ایشون بودن، یا آقای رویانیان همینطور. بله. همیشه آقای پروین، سایر دوستان در کنارشون بودن. بله. یا مثلا آقای انصاری فر خودش نمیدونم فوتبالیست بوده با. بله. یعنی هر کدوم شده بگیم، اما چه عواملی باعث شد که این حرکت رو به جلوی که باید روز به روز به جلو بره و پیشرفت بکنه همیشه منقطع میشد و این حرکت توقف میکرد؟ همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، ما متاسفانه تا کسانی اومده بودن یه کاری رو ببینید. من یه مثال خیلی خوبی برای شما بزنم. خوش. من آقای مهندس سیاسی، بله، ایشون از دوستان من بودن و دوستان من هستن، دوست خیلی عزیز من هستش، و من به خاطر ایشون بعد از سالها قبول کردم که عضو هیئت مدیره باشگاه پژوهش. آزاد شدن چنین؟ بله، ایشون آزاد شدن. بس. و امروز هم ابقا شدن در مدیریت عامل خودشون، یعنی هیئت مدیره ایشون رو ابقا کرد. برای اولین بار هیئت مدیره تصمیم گرفت یه کاری انجام بشه. و اینکه تا حالا هیئت مدیره هر کاری می‌کرده فایده نداشت. همچنین رو کوپوسکنده بیاد. که البته برای این چند تا بازیایی که باقی مونده. و همونطور هم که همیشه گفتم این مسئله خصوصی سازی، من خیلی معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم بابا. مثلا خاموشش بکنم، معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم. البته جناب کرانی، این صحبت‌های شما به قدری شیرینه و به قدری شیرینه. کاش که من برنامه هم میتونستم 2 ساعت در این رابطه داشته باشم، ولی متاسفانه وقت کمه. من ازتون خواهش میکنم میفرمودید در این چند دقیقه دیگه ای که وقت داریم، خواهش میکنم ازم بزرگون بگید مثلا شخصیتی میاد مثل آقای سیاسی. بله. که نیازی به هیچی نداره. بله. نه نیازی به این داره که تبلیغاتی رو بکنه برای کارهایی رو که میکنه، نه نیاز مالی داره، ولی روی عشق و روی دوستی و روی اینکه هر موقع مثلا با ماها که برخورد میکرد اون قیافه ما رو میدید که میدید مثلا خب سایر دوستان ما بودن که با ایشون دوست هستن که ناراحتیم از این وضعی که برای پرسپولیس اومد، آخر سر بهش میگم خب تو هم بیا یه کاری بکن به این شکلی. خیلی بالاخره آسیم بالا زد اومد، اما دیدیم مسائلی پیش اومد، مشکلاتی پیش اومد، یه حجمهایی به وجود اومد. ایشون آخرسر مجبور 128 روز هم بده در زندان و بعد به هر حال آزاد بشه. باز هم تحت فشار قرارش دادیم که آقا این چند وقته بذار این تیم الان رفته تو جام باشگاه ها، یه مقداری داره آبرو کسب میکنه تو لیگ، ما هیچی نشدیم، اما این بچه های انگیزهی پیدا کردن که تو جام باشگاه های کسب افتخاری بکنن. برانکو میتونه کاری کنه رابطه خوب؟ ببینید برانکو یک کارنامه خوبی برای تیم ملی داشت. بله، درسته. نهایتاً کارنامهش بد نبوده. به هر شرایطی به وجود اومده، میبایستی تقریبه، میبایستی حمایت کرد. بله. من البته به شخصه به عللی با مربی خارجی مخالف بودم، همیشه هستم. بله. ممکنه غلط باشه، اشتباه باشه، اما من معتقد هستم به علت خصوصیات خاصه، توجه میکنی، ژنتیکی و فرهنگی که در ذات ما ایرانی ها هست، اون احساس ما، اون انگیزه های ما که در گاهی اوقات قلیان میکنه، شخصیت هایی رو نیاز داره که کلاسیک و کتابیک نباشن در سیستم تربیتی. ببینید ما تابع احساساتمون هستیم. ما به عنوان یک ورزشکار و ورزشکارای ما از نظر احساسی همیشه احساسشون میچربه بر تکنیکشون، تاکتیکشون، فراگیریشون. نهایتا ما تمام موفقیت هامون رو همیشه تو مسئله احساسی به دست آوردیم. یعنی شما میبینید تیم ایرلند با اون قدرتش میاد، اما در یک شرایط خاصی قرار میگیره، بچه های ما تصمیم میگیرن تیم ایرلند رو شکست میدن. بچه های میبینن با تیم نمیدونن مثلا آژانسین احساساتی بازی میکنن، اون نتیجه میگن بله البته روی یک حادثه اتفاق میفته، در صورتی که میتونستن اگه اون پنالتی رو میگرفت اون داور اینا، تیم ما تیم آرژانتین نمیتونه شکست بده. طبعا. حالا کاری ندیدیم که وای میسا دفاع میکرد، بلام کرد، ولی بچه ها با جون و دل، یادم میاد خیلی ببخشیم وقتم میگیره، تیم ایران با تیم ارتش بازی داشت، همین جناب دوست عزیز و ارجمند من که یکی از افتخارات فوتبال ما هست، آقای مصطفی علب دوی دولت، با ایشون در ارتش ما رفتونیم به ایتالیا. ما شانسی یه گل به تیم ایتالیا که اون موقع 7 تا بازیکن انتر میلان که بهترین تیم بود در تیم ارتش ایتالیا بازی میکرد،
اما بعد 11 نفر ما تو دروازه دفاع میکردیم که البته زده و زخمی و پخمی و حتی چشم و چال و تر جدی شما بیم مثلا آقای عرب و شما میدیدی دیگه نمیشناختی آقای نمیدونم روشن شما نمیشناختی آقای ایرج دانایی فری که زده بودن و دب همه بچه ها رو اما روی اون احساسشون تیم ارتش ایتالیا رو ما حذفش کردیم دفعه کردی باور نمیکرد این ببینید چیزای احساسی ما هست یعنی یک مربی باید در درجه اول بازیکن خودش رو درک بکنه ما ایرونی ها به قول معروف گاهی وقتا از سوراخ سوزن تو میریم گاهی وقتا از در دروازتون میریم این هم مسئله احساسمون هست جان کرنی یک دنیا ممنونم دنیا میخواستم ازتون خواهش کنم وقت پیدا کردین خواهش میکنم مجددا دعوت بنده رو قبول کنید و بیاییم در زمینه های همین ورزش خودمون اجتماعی هم گپ بزنیم چون صحبت های شما بسیار بسیار ارزشمنده و اینکه آیا شما در این هیئت مدیره ابقا شدین قبول؟ والا من استعفا داده بودم ولی قبول نکرده بودن خب به طبعم گفته بودم اون موقعم که اگر آقای سیاسی باشن. نباشن من نیستم حتی زربالجب بعد البته به بنابه علتی این جریان استعفای من مورد قبول قرار نگرفت و بعدم من وکالت دادم با آقای دکتر زادمه گفتم به حال هر تصمیم شما بگیرید منم تابع تصمیم شما هستم و هیئت مدیره رو البته سازمان تربیت بدنی یعنی هیئت امنای سازمان تربیت وزارت ورزش تعیین میکنه و خب اگر نظر قانونی بخوایم وقتی هیئت مدیره ای تشکیل میشه حالا این مدتش 2 سال 1 سال 3 سال هر چقدر باشه کسی نمیتونه جابجاشون بکنه اما خب تو کشور ما همه کاری ما میکنیم و همه کاری هم میتونیم بکنیم جان کنی یک دنیا ممنونم خیلی سپاسگزارم قربون شما مجددا ازتون خواهش میکنم دعوت دارم میکنم که ان شاء الله در فرصتی که پیدا کردین مهمان برنامه من وظیفه هم ازش برای بگه من هر چی دارم از این مردم دارم نهایتا وظیفه دارم در قبال بچه‌هاشون الان چون خودشون سنا رفته بالا ولی در مقابل بچه‌هاشون برای هر کاری از دستمون بر بیاد انجام خیلی ممنون بینندگان عزیز ازتون خواهش میکنم که به چند پیام بازرگانی توجه بفرمایید به شما هم دعوت میکنم به قسمت دوم برنامه حتما نظاره گرش باشید خیلی به حال دکتر واقعا بود